درو چون پول آقا پول تو 10 دلار به یکی بده نوکرت میشه اینا وقتی میلیون 1300 دلار زرنگ باشید مردم زرنگی خیلی خوبه. نکته دیگه که بچه‌های ما مثل شیران از هیچ چی نمیترسن. ببینید این جوان اصلا قیافش هم پیداست که قیافه سلحشوران است. جلو قاضی سلواتی وایساده آخر اینا شروع کردن به محاکمه بچه‌ای که دکتر میگرفتن. ببین چی مثل شیر مسخره‌اش کردن جواب شد. هیچ چی ندارم. 11 فقره سابقه کیفری داریم. سابقه من اصلا تو زندگیم یک بار بازداشتگاه رفتم. سیستم رایانه‌ای دادسرای این اعلام می‌کنه. تهدید با چاقو افترا تو آدم چون نمیدونین تو زندان با اینا چیکار کردن تو زندان با این بچه‌ها چیکار کردن برای خصوصا با زنای ما قراتی پدرسکی حرف الان داره میزنه 44 سال همین کار دارن با زنم بچهای دختر ما میگن این خانم پوران ناظمی 18 سالش بوده 17 سالش بوده میگیرن 14 سالش بوده به خاطر یک شعر میبرن زندان تا الان باز هفته پیش گفتن شن دکتر زندان ببین چی میگه تعریف میکنه از بدبختی که کشیده تو زندان از ایران از میان خیابان‌های دود زده پر از گاز اشکاور و صدای تیر و تفنگ به شما مردم آزاده و عدالت پرور من پوران ناظمی هستم از 14 سالگی بارها بازداشت شدم شکنجه دیدم آزار دیدم اما بدترین شکنجه‌هایی رو که دیدم مربوط به زمانیه که 14 سالم بود من رو به خاطر سرودن چند بیت شعر دستگیر کرده بودن در سلول انفرادی نگهداری می‌کردن در اونجا بیمار شدم مورد شکنجه انواع آسیب‌های جسمی روحی و جنسی رو تحمل کردم بیاد دارم بیمار شده بودم در یک کاسه کوچیک بالا می آوردم و من رو مجبور می کردن همون کاسه رو با آب بشورم و در همون غذا بخورم بیاد دارم در 20 سالگی بازجو من رو تهدید می کرد اگر اطلاعاتی که می خوام بهش ندم مجبورم می کنه با زبانم روشور رو تمیز کنم خب با این بدبختی که بچه ما کشیدن این زنها مرد اصلا شعورش نمیرسه ننش هم که نمیدونه که بچه رفته زندان چه بلای سرش اومده برای همینه که اگه فمینیست الان تو دنیا گل کرد فمینیست ها کمک کردن به زنهای ایرانی وقتی نامدن تو خارج از کشور برای کار پناهندگیشون فلان فلان چون من در یک مقطعی میدیدم خیلی از اینایی که میان تقاضای پناهندگی میخوان بکنن مامور جمهوری اسلامی چون خودشون به من میگفتن اینا نمیدونن که اطلاعات اینا رو اینا دارن تو ایران از خود رژیم هم شده میگیرن میفهمن که یارو دادیروس بسیجی بوده سپاه بوده بارها بود افراد میادن پیش من اینجا که میخواستن بنده بشن من تا اسمشون میدادم اینا ترمیان بوده این بسیجیه بعد دو سه بار زیر پرسیده گفتم تو کارت بسیجی داری تو چیزی میخواد بنده بشی آقا از نیستم دیگه من خیلی راحت نیست همه وقت خودشون میگفتن برای من از این مقطع وایسادم برای کسی دیگه پناهندگی نمیگرفتم چون اگر میگرفتم یه شکلات هم از کسی نخوردم کسایی که جونشون در خطر بود میمدن کارشون میکردم به خاطر همین ولی یهو یه فازای دیگه باز شد و که اون حال اونای رژیم جای خود داره ولی دخترایی که میومدن اینجا تعریف میکردن که تو زندان با همی کاری که یارو مردی که قراتی گفت کردن اینا بهشون پناهندگی میدادن اینا هم گروه فمینیستیه یا اصلا بعضی هایی میگفتن اینا همجنس بازن تو که همجنس بازی اینا شوخی نیست به جون شما درست شد یکی از بچه هم پیش من گفت بابا ما رفتیم پناهندگی بگیریم دیدیم تنها اینه که ببین ما همجنس بازیم گفتیم ما همجنس بازیم خلاصه اونا میگه اونجا اومدم بیرون بعد مصاحبه میگه توی مترو یکی اومد دست کشید به سر من گفت آقا این کارا چه میکنی آ گفت یه قهوه چایی با هم بخوریم میرفتیم قهوه قهوه گفتم چرا دست میزنی گفت تو خودت دل نگفتی این کاری پناهندگی رد میشه تو گفتی خودت این کاری رفت بنده خود کاری شد تا بندگی چه گرفت بعد از اینه که دوتا شما مشهور شما میشن هیچ تسیدی دور یعنی تا اینقدر بدبختی کشتن زن و من تا پرا نمیاد ولی زن ها مثل شیر اینا تعریف کردن برای اینا درست هم گفته بودن ما آینه کرده اینا دین این مورد تجاوز تو ایران قرار گرفتن بهش من جون دارم و همین خاطر فمینیست ها الان نقش مهم میدارن همه احزاب و گروه ها در این جنبش که الان جهانی شده نقش مهم میدارن و به همه باید حق داد به خاطر اینکه حق آقا زجر رو او کشیده عذاب او کشیده 44 تا تو زندان مادرش اذیت کردن بعد خودشون رو خودش اذیت کردن بعد مادره رفته واس پای سجاده نشسته چون لچکه هنوز به سرشه لچکه هنوز به سرشه خب شعور دیگه ندارن دیگه حالا برای همین اساس عزیزان من حسادت رو هنرمندا باید بذارن کنار الان تو ماج سالیر دوباره گرفتنش تفلی رو با چه شجاعتی شما بینید به طرف توماج صالحی خواننده رپ
در خیابان رجزخانی. ما تماشاگر نمی‌خوایم، به ما ملحق بشید. توماج صالحی خواننده رپ در خیابان رجزخانی. دوستانه نمیگم فرار کنید، اینو دوستانه نمیگم، سرانتون فرار میکنم و شما تواناییش رو نخواهید داشت. تاریخ بخونید، شما آدمای بی سوادی هستید، به خاطر همین که تا از کف میایم به رأس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی، 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید به هم میپرید. از کف میایم به رأس هرم میزنیم، شو میکنیم ببین چقدر دیدنی، 44 سالتون سال شکست فجیع، اون روز همه دارید به هم میپرید. این وقتی گرفتنش تمام خواننده و هنرمنده تو ایران، تو خارج میان بنده خدا کار میکنن. آقا تو ایران همه خواننده ها و هنرپیشا کارگر باید ببین تو خیابون تظاهرات کنید، باید ببین اعتصاب کنید، باید ببین تو خیابون ببین چرا هنرمندا رو میکشین. همه بچهای ما رو که کشتن، از نیکا گرفته، مهسا گرفته، سارینا گرفته، اینا هنرمند بودن، این هنرشونه. اینا رو هنرمند بودن کشتن. شما هنرمندا چرا نمیایین از اینا دفاع کنین؟ حسودیتون میشه. این نسل نو و جوان اومده بود، خب میدونم خیلی شما حسودین، بذارین کنار این موارد رو، چیز داشته باشین، مردانگی داشته باشین. مثل که مثلا اون حسودای موقع داریوش رو با ایراج عزیزم که شعرش اول خوندم به جون هم انداخته بودن، رو مسئله چون تو لس آنجلس رقابت چیز میزام اینا بود. اینا کردن من یه بار وقتی با داریوش صحبت کردم دیدم عاشق ایراج، رفیق ایراج، عاشقشه اینا. من ایراج رفتم لندن برداشتم بردمش اشتوتگارت تو آلمان، من پاریس، اون لندن، اون لس آنجلس مونده بود. تو برنامه داشت داریوش اجرا میکرد، من ایراج وارد کردم، داریوش خوشحال با هم آشتی کردن، باز کار کردن. آقا وقتی کار کردن دو تا سه تا باز دوباره به هم زدن، چون من اومدم کنار پاریس و اونا به هم زدن تا که طبی تنه آخر خیلی قشنگم خوب اجرا کردی داشت. یعنی حسادت ها حتی زندگی آدم ها رو به هم میزنه. شما مردم نباید حسودیتون بشه، زنا، ننه ها، بابا ها بایستی مثل بچه ها اگه لخت میپوشه میرقصه میخونه باید افتخار کنی، او هنرمنده، فاحشه نشده، بدبخت بیشور، اون فاحشه نشده، اون هنرمنده. ها باید اونا پیر پاتولا بفهمن، حالا جوون هم هستم ولی ننه بابا این میخواد دخترش. از اون طرف شما هنرمندا همه تون ازدم، من دیدید که مخلص تون هستم، کارا خوب کردید و میکنید، چه تو سینما تو هر جی تبلیغ و تشویق اینات میکردم، ولی الان شما ها بی ارزگی نشون دادین ازدم. ارزه نشون دادن این که بیایید تو خیابون تظاهرات کنی، تظاهرات. فردوسی پور میره بغل تظاهر کننده تو دانشگاه میشینه، علی دایی میاد بغل اونا وای میسته، شما باید بیاین بغل اینا تو تظاهرات، شما بیاین تو خیابون. وقتی شما باشین که دیگه اینا تیراندازی نمی کنن، غنیمت جنگی نمی گیرن دختر ما رو که ببرن که. بعد اصلا این مهمتر هنرمندان ابله و همچنان مسلمان، همچنان متعصب که زنت با دوستان. ایران جشن روسری سوزانه که دنیا داره تشویقش میکنه، ازش پشتیبانی میکنه. جشن روسری سوزان شما چرا نمایش نمیدین در هنرهای خودتون؟ چرا در هنرهای خودتون نشون نمیدین؟ نقاشی بکشین، کاریکاتور بکشید، این روسری داره میسوزونه، روسریشو میسوزونه.
این مشخصا همینی که دارین میبینین، این نیکاس، این نیکاست، روسریش میسوزونه، میاد پایین تعقیبش میکنن حرمزاده ها با لباس شخصی، میدونن میان تو بچه تعقیبش میکنن، میگیرن میکشنش، بعد میگن خودکشی کرد. این نیکاست داره روسریش رو میسوزونه. چرا روسری سوزان رو تبلیغ نمیکنید؟ چون اصلاح طلبها اینجا تو بازیان مسلمان هنوز هستن، سادات تازی تو تازه هست، لچک به سرهایی که اپوزیسیون هستن هنوز هستن، لچک براشون مقدسه. به هوش باشین مردم. آقای اصلان افشار، مردم ایران نهایت بی‌شرمی و نهایت نمک نشناسی رو درباره حراست شدن و این شخص فراموش شدن نیست که ملت ایران در اون موقع چقدر شاه رو اونطور، رضا شاه رو اونطور بهش نامردی کرد، این خیانت کرد. الان دارین به این بچهای جوان خیانت میکنید، به نسل جوانی که تا حالا تعدادشون کشته شدن دارین خیانت میکنید که نمیاید هنرمندا، زنای پیر، مردای پیر، اونایی که پدرید مادرید، نمیایین تو خیابون کار رو تموم کنین. این رژیم هر چی باشه باید بره. تو ایران جنگ داخلی هم نمیشه، تجزیه هم نمیشه، اپوزیسیون اگه فلان فلان هست، این دولت موقتی که معرفی شده دولت موقت همگی و مستقل هست، همه هم توشن مستقل، نسبت به رأی مردم بعد 6 ماه تعیین تکلیف میشه. شما نترسین، از شما رو نترسون از تجزیه، نترسون از جنگ داخلی، از سوریه میشه ایران، اینا رو ول کنین. ایرانی از ققنوسش پا میشه و اجازه نمیده یک ذره خاکش. کردها میهنی ترین مردم هستن تو سرزمین وان، سرزمینشون ایرانه، پراکندهشون کردن تو 4 تا کشور که نابودشون کنن. کرد ایرانیه، هرچی کرد گفت ما قبول داریم. آتورپات ایرانیه، همه ایرانی هستن. تبار ایرانی، آریه، آریه یعنی ایران، نترسید. ایلم، ایلم یعنی ایران. به پایان برنامه میرسیم. از برادرم مهندس امیر شجری سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. فیرته هیستوریک پور لا رادیو ایسی ای منتنون سویت ا لا پروپوزیسیون د داوید اباسی امانوئل ماکرون اور پلوس یوتیلیزه لو مو جیهادیست می تروریست اسلامیست. ای کان وو دیت جیهادیست و دونی لا والور à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترات محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می‌کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و شهرستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام حافظ.